کتاب شورشی رو خوندید؟ قصه اون دختر جوان اهل جنوب رو شنیدید که پدر مقتدر متعصب مسلمانی داشت و تحمل هیچ نوع تجدد بعد از شهریور 20 رو به این دختر جوان که بعد از جنگ متولد شده بود نمیداد. و قصه حاشیه‌ای خاله این دختر رو که پدرش هم از او، یعنی از این خواهرزن، یک حسابی می برد و یک روابط ویژه‌ای داشت رو خوندی. این بخشی از کتاب شورشی است و سرنوشت مهرنگیز کار هست. مهرنگیز کار دختر جوانی بودش که وقتی که اومد به تهران از اهواز، در حقیقت با همون مشخصات دخترهای جوان اون موقع، و رفتش به دانشگاه و حقوق خوند و خیلی خوب خوند، وجیه و قد بلند بود، در این حال روزنامه‌نگار، و در این حال به دلیل اینکه دو برادرش در توی شبکه‌های اجتماعی امروز که اون موقع روزنامه‌ها و مجلات و صحنه‌های تئاتر و نمایش بود حضور داشتند و هر دو هم صاحب نام بودند، فریدون کار که بسیاری از اشعاری که اون موقع جمع شد رو او انجام داد، برادر بزرگ، و بعد برادر کوچکش هم که در سرگرمی استاد بود، و به حال او با این ترتیب وارد صحنه شد و کوتاه مدتی بعد به روزنامه نویسی که از هالیوود اومده بود و او هم قد بلند و خوش قیافه بود با هم ازدواج کردند. خیلی هم با ازدواج مخالف بودن، ولی به حال او نظر خودشو پیش برد، چون دیگه حالا دیگه آزاد شده بود و اون چرا که میخواست و خالش در سرش ریخته بود در ودویش اومده بود و شروع کرد به وکالت، و در وکالت کمتر کسی بنزه مهرنگیز کار مؤثر بود. روزهایی رو بیاد میارم بعد از انقلاب که دفترش از صبح که این خانم به قول اونها میومد با کیف کار، دستش رو از پله ها میرفت بالا، توی پله های جایی که دفترش بود از صبح علت طلوع زنهای نشسته بودند که بهشون ظلم شده بود، معمولا یا شوهری، بیشتر شوهر، پدری، برادری، کسی، و اینها همه اومده بودند به امید اینکه خانم کار میاد و در لحظه ای اونها رو با فوت و فنی که بلد است نجات میده. و بسیار روزا اتفاق میافتادش که مهرنگیزم میشست با این موکلین خودش گریه میکرد، چون شرح دادن برای اونها که قوانین جدید به خصوص اجازه نمیده برای هر کاری، یا اینکه قاضی بیشتر از این دیگه نمیشه بهش فشار آورد، سخت بود برای اونها، باورش سخت بود. او سرنوشت براش خیلی پیچ و خم ایجاد کرد. وقتی که ما به زندان افتادیم، نگهبان زندان انفرادی اوین که مرکزی است اونجا به اسم کجویی، در اون زیر زمین به عنوان اینکه یک امتیازی داده شده من، گفت اینجا سلول خانم کار بوده، و در همون سلول مهرنگیز مبتلا شد، برای اولین بار معلوم شد به سرطان هایی که بدنش رو بسیار رنجور کرد. ولی این بزرگترین صدمه روزگار بهش نبود. موقعی بود که اون سیامک پورزن، اون جوانی که از هالیوود اومده بود پدر بچه ها، به دام افتاد و زیر سختی هایی که یک دو سال تحمل کرد و سرانجام تحملش تمام شد و خودش رو از آپارتمانی که درش در حقیقت در حصر بود پرت کرد پایین و کشته شد. و پایان این زندگی، نمیتونم بگم زندگی دردناک، به خاطر اینکه اون انقدر هنرمند هست که هر لحظه از این زندگی سخت رو هم به فایده تبدیل میکنه، موندن در غربت و تنهایی و بزرگ کردن و شاهد بزرگ شدن دوتا فرزندان عزیز خودش.